اخیراً گزارشی زیر عنوان آتش خاموش، نگاهی به اعتراضات آبان 98 با مدیریت سعید مدنی، استاد جامعه شناسی، فعال حقوق بشری و زندانی سیاسی سابق در ایران منتشر شده است. هفته گذشته در بخش اول گفتگو با سعید مدنی در خصوص یافته‌های این گزارش تحقیقی تحلیلی، ماهیت اعتراض‌ها، اقشار و طبقات شرکت کننده در آن و خواست‌های معترضان گفتگو کردیم. در این برنامه بخش دوم و آخرین گفتگو از مهمانم میپرسم آیا انتظار اصلاح ساختاری از حکومت داشتن اونطور که در گزارش توصیه شده خوشخیالی نیست؟ آقای سعید مدنی، بخش دوم و آخر این برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون از شما. هفته گذشته آقای مدنی در خصوص توصیه هایی که شما در پایان گزارش به مسئولین و همینطور به جامعه مدنی کرده بودید صحبت خیلی مختصری کردید. یک مسئله عمده در این توصیه مسئله اصلاح ساختاری و بنیادی نظام حکومتی است. دقیقاً اصلاح ساختاری یعنی چی؟ یعنی چی میخوام؟ خیلی دشواره که در یک فرصت کوتاه به این سوال پاسخ دادن، اما اجازه بدید که در وهله اول اشاره کنیم به ساختار. ساختار در واقع یه مفهوم ذهنیه و نمایش دهنده ترسیمیه از وضعیت حکمرانی، نظام حکمرانی. نظام حکمرانی معمولاً به شکلهای مختلفی نحوه اداره خودش رو تنظیم میکنه، تصمیماتش رو میگیره، یکی بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون اساسی، یکی بر اساس رویه های که در نظر میگیره. این رویه ها ممکنه که در قوانین نیامده باشه اما به هر حال اجرا میشه، مثلا حکم حکومتی که در قوانین ایران نیامده، یا مثلا جلسه سران سه قوه که تصمیماتی میگیرن، حتی قانونگذاری میکنن و به اجرا در میارن. و شق سوم در واقع مناسبات هست، یعنی در واقع نیروهای حاضر در نظام سیاسی بر اساس موقعیتی که در نظام سیاسی دارن و از قدرتی که برخوردارن میتونن که در تصمیمات مؤثر باشن و به اصطلاح خروجی یک نظام سیاسی محصول این مناسبات، مثل نقشی که برای نظامی ها، برای امنیتی ها، برای روحانیون در نظام سیاسی قائل میشن. منظور از ساختار ترکیبی از قوانین بالادستی، مناسبات و رویه هایی که در یک نظام سیاسی وجود داره و بر اساس اون تصمیمات خرد و کلان اتخاذ میشه. اصلاح ساختار به معنی به طور مشخص اصلاح هر این سه بعدیه که یک نظام حکمرانی رو شکل میده و متمایز میشه از مفهوم اصلاحات به مفهوم رفرمیزش و باز تفکیک میشه از مفهوم انقلاب به مفهوم با اصلاح ویژگی‌های خاص خودش که حالا در ادامه خدمتتون توضیح میدم. ولی جناب مدد، نهایتاً به چی قرار منجر بشین اصلاح ساختار؟ یعنی به یک جامعه دموکراتیکی که به اصلاح خود دین و مذهب از حکومت جدا میشه و حقوق شهروندی بر اساس قوانین مدنیه و در واقع مثل هر جامعه دموکراتیک دیگه، یعنی نهایتاً شما منظورتون از اصلاح ساختاری اونه؟ ببینید، اصلاح ساختار در واقع به نوعی راه حلیه برای حل بحران‌های درون یک نظام حکمرانی. در حال حاضر نظام حکمرانی ایران با انبوهی از بحران‌ها سر و کار داره، مثلا بحران مشروعیت داره، یعنی شواهد نظرسنجی‌ها، اعتراضات آبان، اعتراضات دیماه و همین فضایی که الان درش زندگی میکنیم شواهد خیلی روشنی وجود داره در مورد اینکه در واقع نسبت به این که این نظام تا چه حد از مشروعیت برخورداره سوال هست، یا در واقع بحران توزیع وجود داره، یعنی میزان نابرابری وحشتناک و غیر قابل تصوری که در نظام سیاسی ایران به اصطلاح وجود داره و خب محصول این ساختار هست. همین اخیراً یکی از مسئولین گفته که حدود 11,000 نفر
هزار میلیاردی داریم در ایران. اساساً یک خود این نشوندنده اینه که در واقع حدود 11 هزار نفر یا 11 هزار مؤسسه درآمد 5 سال ایران رو یک جا همین الان دارن و خب خیلی قابل توجهه. یا بحرانه دیگه که میشه بهش اشاره کرد، بحران دموکراسی، بحران به اصطلاح نفوذ که به توضیحش مفصل میشه. پس بنابراین در واقع اصلاح ساختار به معنی این که این بحران ها رفع بشن. علت این که بحران ساختار مطرح میشه برای این چنین وضعیتی این هستش که در واقع علت وجودی این بحران ها مشکلاتی که در درون ساختار حکمرانی وجود داره. به این ترتیب پس بنابراین بحران اصلاح ساختار راه حلیه برای عبور از بحران ها و خروج از بحران ها. اگر بخوایم که بعد از اون به اصطلاح گام بعدی رو بگیم، این اصلاح ساختار فقط میتونه در یک فرایند دموکراتیزاسیون یا دموکراسی سازی رخ بده و در تعریف گفته شده که دموکراتیزاسیون یه فرایندیه که دولت از پاسخگویی کمتر به سوی پاسخگویی بیشتر میره، از انتخاباتی کمتر رقابتی به انتخابات بیشتر رقابتی، از حقوق مدنی سیاسی محدودتر برای مردم به سوی حقوق مدنی سیاسی بیشتر برای مردم و از انجمنها، سازمانهای جامعه مدنی کمتر خودمختار و ضعیف به سمت جامعه مدنی قویتر، رسانه‌های قویتر و امثال اون. بنابراین اصلاح ساختار در مسیر دموکراتیزاسیون میتونه چنین چشماندازی رو در مقابل ما قرار بده. بسیار خوب. حالا قاعدتا این خود حکومتی که باید دست به یک چنین اصلاحات ساختاری بزنه. ممکنه به شما و پژوهشگران این گزارش بگن که خیلی خوشخیالید که چنین توقعی از حکومت دارید. کاملا درسته. یعنی در واقع همین شواهد موجود هم نشون میده که نظام سیاسی ایران هیچ جمع‌بندی و به اصطلاح تجدید نظری در سیاست‌ها و به اصطلاح نظام حکمرانی نکرده و نمیخوادم بکنه. اما واقعیت اینه که به اصطلاح دموکراسی سازی یا فرایند دموکراتیزاسیون توی کشورهای مختلفی رخ داده و در نظام‌های سیاسی اونجا هم تمایلی به این کار وجود نداشته، اما به دلایلی این کار صورت گرفته. معمولاً 3-4 تا دلیل آورده میشه برای اینکه نظام‌های سیاسی شروع کنند دموکراتیزاسیون و اصلاح ساختار رو به تبع اون. یکی امتیاز دهیه، یعنی اینکه در واقع نظام سیاسی به این جنبندی مثل نظام حکمرانی به این میرسه که حرکت به سمت دموکراسی به نفعشه. یعنی فکر میکنه که اگر که به سمت دموکراسی برسه تو با توسعه و به اصطلاح یک جامعه امن و حتی بقای حکومتش هم در اونه. مثلا تجربه تا حدودی مکزیک، برزیل و گواتمالا از این نوع بوده. شق دوم یا دلیل دومی که نظام‌های سیاسی متمایل میشن به این که این فرایند دموکراتیزاسیون رو شروع بکنن و شروع کنن اصلاح ساختار، اجبار نظام سیاسی به مراجعه به آرای عمومی و کنارگیری از قدرت، به نوعی وارد مذاکره شدن. و مثلا اتفاق که به اصطلاح توی برخی کشور مثل کنارگیری بوتفلیقه انجام شد شبیه اونه. برخی موقع هم عقب نشینیه، یعنی فشار مخالفان به دلیل جنبش‌های اجتماعی، به دلیل قدرتمند شدن جامعه مدنی به میزانی هست، مطالبات اجتماعی به اون میزان هست که در واقع نظام سیاسی در درون خودش دچار انشعاب میشه، گسست میشه و در عین حال فکر میکنه که برای اینکه خودش رو در مقابل این اعتراضات حفظ کنه نیاز به عقب نشین داره، بنابراین تجدید نظری انجام بده. مثل آرژانتین، اکوادور، شیلی تجربه اینه. ببخشید، یک حالت چهارمی هم معمولا وجود داره که امیدوارم هیچ وقت برای هیچ کشوری از جمله ایران رخ نده و اونم مداخله خارجیه. یعنی در واقع قدرت خارجی بیاد و در واقع نظام سیاسی رو دگرگونه، مثل اتفاقی که در عراق افتاد یا در پاناما و هایتی که اساساً به الگوی خیلی مطلوبی نیست و آثار و پیامدهاش هم معلوم نیست که نتایج خوبی برای
مردم یک کشور داشته، حتما آثار بدی داره. بسیار خوب. حالا از طرف دیگه آقای مدنی، بی اعتمادی و بی اعتقادی به ارزش های نظام به وضوح در این اعتراض ها بروز داده شد، از جمله آتش زدن حوزه های دینی، آتش زدن مسجد، آتش زدن مجسمه انگشتر آقای خمینی در شهریار، حمله به پایگاه های بسیج در شهرک اندیشه تهران و خیلی موارد دیگه. شما در گزارشتون خیلی مفصل به اینا اشاره کردید. آیا این به این معنا نیست که مردم اصولا این نظام رو و تمامیت خودش دیگه نمیخواد؟ این در نتیجه ممکن به دنبال اصلاحات به اون شکل نباشند، اصلا این نظام رو نمیخوان. خب ببینید، اولا که موقعی که ما راجع به اصلاح ساختار صحبت میکنیم، به معنی در واقع اصلاحات به مفهوم مرسومش نیست. این تفکیک رو باید قائل بشیم. همونطور که موقعی که راجع به اصلاح ساختار داریم صحبت میکنیم، به اصلاح انقلاب مرزبندی داریم، مفهومی که با انقلاب مرزبندی داریم. اما در مورد این شقش بگم، اصلاح ساختار تمایزات مشخصی با رفورمیز، یعنی اون چه که تحت عنوان اصلاحات در ایران به وقوع پیوسته و سالها قبل جنبندی به اصلاح شکست او هم در این جمله آقای خاتمی تبلور پیدا کرد که رئیس جمهور در حد یک تدارکاتیه در واقع تبلور پیدا کرد. موقعی که ما راجع به اصلاح ساختار صحبت کنیم، همونطور که رو گفتم، راجع به قوانین بالادستی، راجع به رویه ها و مناسبات و تغییر اونها صحبت میکنیم. اما چرا میگیم بهش اصلاح ساختار؟ برای اینکه در مورد مشی داریم صحبت میکنیم. میگیم که این اصلاح ساختار و فشار سازمان های جامعه مدنی، فشار جنبش های اجتماعی باید از مسیر باشه که خشونت پرهیز باشه. بنابراین مرزبندی های مشخصی رو با انقلاب میگذاره که اساساً ناچاره که در مواجهه با نظام سیاسی وارد یک مقابله و جنگی بشه که لزوماً هم خشونت آمیزه. اما موقعی که میخوایم بگیم در مورد اصلاح از اصلاح ساختار صحبت میکنیم، اولا تأکید داریم رو مشی خشونت پرهیز، یعنی حاضر نیستیم و توصیه نمیکنیم که جامعه ایران وارد یک مسیر بشه که در اون مسیر ناچار بشه که هزینه های گزافی بده یا تجربه انقلاب 57 رو داشته باشه، تجربه که پیش روی همه فعالین سیاسی اجتماعی هست و اساسا نمیخوان، توصیه نمیکنن که چنین تجربه‌ای تکرار بشه. مرحوم مهندس صحابی سالها قبل تعبیر میکرد از یک اصلاح در نقد یک انقلاب مجدد در ایران، تاکید میکرد که مثل اون بار ملاست که شیشه بار داشت و اون گزمه یا پاسبان در واقع با یک چوبش زد روی بار، گفت این چیه؟ گفت اگه یک بار دیگه بزنی هیچی. و میگفت که انقلاب دومی در ایران معنیش اینه که بقای ایران رو ممکنه که در معرض خطر قرار بده و اصلا چیزی نمونه برای اینکه دموکراتیک بشه یا عادلانه تر بشه. به این اعتبار در واقع موقعی که داریم راجع به اصلاح ساختار صحبت میکنیم، تغییرات عمیق و بنیادینی رو مورد نظرمونه که از مسیر خشونت پرهیز دنبال میشه و به اصطلاح او رو به سمت انقلاب نبره. بنابراین هم با انقلاب همونطور که گفتم و هم با اصلاحات مرسوم که به دنبال یک تغییرات رفرمیستی، یعنی جابجایی آدمهای بد با آدمهای خوبه برای اصلاح وضع موجود، مرزبندی داره. چون اون تجربه نشون داده که اون شکل از رفرمیز نشون داده که موفق نیست و نمیتونه که در واقع بحران‌های عمیق درون جامعه ایران رو حل بکنه، چون از قدرت لازم در ساختار برخوردار نیستند این نهادهای انتخابی تا بتونن در مقابل نهاد انتصابی وضع رو بهبود بدن. حالا شما اشاره کردید در به اصطلاح بخشی از اون توصیه هایی که به مردم و جامعه مدنی میکنید، من اینجا میگم یکی یافتن ظرفیت های ممکن برای تعامل، استفاده از ظرفیت های قانونی، پیگیری حقوق بدون رادیکالیزم و با پرهیز از خشونت که الان هم شما روی قسمت آخرش خیلی تاکید کردید. ولی فکر نمی کنید که حکومت با این بی‌توجهی که به وضع معیشت مردم داره، فساد گسترده مسئولان، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی فقیر و غنی، از همه مهمتر افزایش خشونت در برخورد با هر نوع دادخواهی، اون هم زمانی که فقط در آبان نزدیک 200-300 نفر کشتن، طبق به حال وزیر کشور ایران گفته 225 نفر، ولی خب سازمان عفو بین‌الملل صحبت از 304 نفر میکنه و خبرگزاری رویتر از 1500 نفر صحبت میکنه کشته شده در ایران. یعنی در چنین شرایطی آیا واقعا میشه
جلوی مردم رو گرفت. اگر اتفاقی بیفته که شما خشونت نکنید وقتی که همه آسیان و ممکنه بدون توجه به توصیه های شما مردم دست به خشونت بزنن، به هر حال کاملا درسته. در واقع فرایند تحولات سیاسی اجتماعی موکول به نظر من یا دیگران نیست، موکول به نظر حتی اپوزیسیون هم نیست، در واقع تا حد زیادی محصول و برونداد عملکرد نظام حکمرانی است. اگه نظام حکمرانی اینقدر بی تفاوت باشه نسبت به اصطلاح اعتراضاتی که صورت میگیره، اگر که در صدد تجدید و اصلاح ساختار بر نیاد، اگر که درس نگیره از اعتراضات گذشته و برخوردهایی که صورت گرفته، طبیعتا راه رو برای یک تحول خشنتر و به اصطلاح لزومن هم نه انقلاب، مثلا فروپاشی ممکنه که هموار بکنه. بنابراین توصیه‌ای که من یا هر کس دیگه‌ای در جامعه ایران میکنه، هم خطاب به جامعه ایران و هم خطاب به نظام سیاسی، در واقع از موضع نوعی خواست برای تغییرات کم هزینه در ایران که ضرورت هم دارن، اجتناب ناپذیر هم هستن. به این اعتبار از در واقع این که همه نظام‌های سیاسی در هر موقعیتی و در هر شرایطی از جامعه بتونند که اصلاحات با اصلاحات ساختاری از وقوع انقلاب جلوگیری بکنند، پاسخ اینه که نه لزوماً همیشه فرصت برای این اصلاحات ساختاری وجود نداره. در دهه 50 نظام شاه و نظام پهلوی میتونست با اصلاحاتی در واقع ممکن بود بتونه از وقوع انقلاب جلوگیری بکنه، تجدید نظری به انقلاب به اصطلاح در سیاستهاش، به خصوص به اصطلاح سیاستهای داخلیش انجام بده تا حجم نارضایتی اونقدر انباش نشه که در سال 56-57 به یک انقلاب منجر بشه. ولی دیدیم که خیلی دیر شروع کرد و موقعی بود که دیگه در واقع با حتی اصلاحات ساختاری هم ممکن نبود که به اصطلاح اون اعتراضات رو کنترل کرد و خاموش کرد. این قاعده شامل هر نظام سیاسی میشه. تاریخ جامعه با هیچ نظام سیاسی عقد و اخوت نبسته. بنابراین اگر که نظام حکمرانی درس بگیره از این مجموعه تحولاتی که رخ داده، این حجم از نارضایتی رو درک کنه و به اون پاسخ مثبت بده، یا جامعه مدنی بتونه اینقدر به اصلاح قدرت خودش رو تقویت بکنه که بتونه فشار بیاره برای اینکه اصلاحات ساختاری انجام بشه، طبیعتاً تا حدی میتونه تأثیر داشته باشه. ولی لزوماً همیشه این امکان وجود نداره، یعنی ممکنه که با بالا رفتن حجم مطالبات، با بالا رفتن میزان نارضایتی و رادیکال شدن اعتراضات، دیگه فرصتی هم برای اصلاح ساختار وجود نداشته باشه. به این اعتبار میخوام بگم که جمع‌بندی بکنم به این ترتیب که ما در واقع از موضع توصیه و تجویز داریم دعوت میکنیم به اصلاح ساختار، ولی آیا این توصیه و تجویز پذیرفته میشه یا نه، این هم از طرف نظام سیاسی و دوم از طرف جامعه این موکول میشه به روند تحولاتی که روز به روز جامعه ایران رو دچار دگرگونی میکنه و زمانی که هر کدوم از دو طرف تلاش میکنند برای اصلاح وضعیت. نکته آخر که خوبه بهش اشاره کنم این که جامعه ایران به هر حال یک منش و یک به اصطلاح مشی خشونت پرهیز انگار در خونش رفته و حتی در اعتراضات آبان هم بارها گفتم که به نظر من به رغم سرکوب سنگینی که صورت گرفت، میزان مواردی که گزارش هایی که در مورد خشونت به اصطلاح از سوی مردم گزارش شده به شدت اندک و محدوده در مقایسه با میزان خشونت ساختاریافته‌ای که علیه معترضین به کار برده شد. بنابراین من به این نقطه مثبت هم به اصطلاح ایمان دارم و فکر کنم که در آینده اثر گذاره. شما آقای مدنی با این صحبتایی که کردید و در بخش اول ما راجع به انقلاب صحبت کردیم و شما نظرتون خیلی مفصل هم گفتید، ولی با این حال عده‌ای هم هستند در هم در داخل ایران و هم در خارج که معتقدند که اونچه که در آبان 98 اتفاق افتاد در واقع یک انقلابی بود که چون سازمان نداشت، تشکیلات نداشت، برنامه نداشت و از همه مهمتر رهبری نداشت، شکست خورد و سرکوب شد.
ولی در ماهیت خودش میتونست انقلاب باشه و چه بسا خیلی از کسان دیگه الان معتقدن که یک همچین اتفاقی ممکنه به اتفاق بیفته در واقع در ایران و صحبت از تشکیل به حال رهبری و سازمان راه سوم و غیره اینا میکنن برای اینکه بتونن رهبری کنن این اتفاقات آینده رو. بله منم این در واقع ادعا رو شنیدم، ولی به همون دلیل که گفته شده که اعتراضات آبان سازمان نداشت، برنامه نداشت، رهبری نداشت، پس منم استدلال میکنم که پس انقلاب نبود. انقلاب مفهوم خاصی داره و به اصطلاح چارچوبای خاصی داره که در اعتراضات آبان این مشخصه ها وجود نداشت. ولی از سوی دیگه یکی از امیدایی که من دارم نسبت به آینده جامعه ایران همینه که بر اساس تجربه انقلاب 57 و نتایج حاصل از اون جامعه ایران تا حد زیادی حتی میتونم بگم که انقلاب پرهیزه. درسته که رادیکاله، درسته که مطالبات خیلی جدی داره، ولی در این حال نمیخواد که وارد یک پروسه سرشار از تنش و خشونت و در این حال بی ثبات کننده برای کل جامعه ایران به اصطلاح وارد بشه. و به این اعتبار در واقع فکر میکنم که به رغم اینکه شرایط عینی برای یک انقلاب کاملا در ایران وجود داره، شاید مثلا میزان و حجم نارضایتی، نابرابری در شرایط کنونی اصلا قابل مقایسه با سالهای 57 هم نباشه، ولی شرایط ذهنیش اصلا وجود نداره. یعنی این جنبندی وجود داره که چه افرادی مثل من که در انقلاب 57 هم حضور داشتیم و میدونیم چه تبعات و آثاری داشته و الان به نوعی نقاد اون به اصطلاح هستیم، اگرچه همونطور که بارها هم گفته شده انقلاب رو افراد انجام نمیدن، انقلاب به وجود میشه، حاصل مجموعه ای از شرایط هست که عملکرد نظام سیاسی و همینطور نیروهای اجتماعی. اما به طور مشخص به اصطلاح تأکید و توصیه‌ای که میشه کرد و یا شرایطی که وجود داره اینه که بر اساس اون تجربه جامعه خیلی تمایل و میلی به ورود در یک پروسه انقلابی نداره، چون میدونه که ممکنه که اون تجربه تکرار بشه و خب تجربه ناخوشایندی بوده. به این اعتبار هم به رغم اینکه تاکید میکنم میزان نارضایتی و به اصطلاح شکافای اجتماعی در ایران خیلی بسیار جدیه، ولی به دلیل این تجربه ذهنی از انقلاب 57 من فکر میکنم که انتظار ورود ایران در یک پروسه انقلابی خطاست. به هر حال ولی ممکنه اتفاق بیفته، حالا چه شما خطا بدونین چه نظریه پردازان در این مورد بشینن بحث بکنن یا نکنن، چه بسا در عین اینکه نظریه پردازانی مثل شما در حال بحث و جنگ و جدل های تئوریک هستید مردم بریزن به خیابون انقلاب بکنن. بله همیشه این امکان وجود داره، برای اینکه همونطور که گفتم انقلاب رو کسی به وجود نمیاره، انقلاب به وجود میاد و محصول شرایط اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسیه که یک جامعه در اون قرار میگیره، محصول عملکرد نظام سیاسی، محصول به اصطلاح عملکرد نیروهای سیاسی، ترکیبی از اینها، حتی محصول شرایط جهانیه، مجموعه از اینهاست که به وقوع یک انقلاب منجر میشه. و طبیعتاً اون چه که ماها میتونیم انجام بدیم اینه که به اون تجربه انقلاب 57 نگاه بشه و سعی بشه متقاعد بشن مردم که به رغم همه فشارها و سختی‌هایی که درگیر اون هستند وارد این پروسه نشن، ولی هیچ کس نمیتونه تضمین کنه که روزی جامعه ایران در صورت ادامه وضع موجود وارد اون پروسه نشه. بسیار خوب جناب مدنی، وقتمون تقریبا تموم شده، فقط یک سوال دیگه میکنم، اگه جواب خیلی کوتاهی به من میده خیلی ممنون میشم. شما بر اساس دانش و شناخت
تون از جامعه سال هاست که دارین توصیه های برای بهبود و وضعیت جامعه میکنید، تحقیق کردید، کتاب ها و مقاله های متعددی در زمین های مختلف اجتماعی نوشتید و راه و چاه نشون دادید، ولی حکومتگران به جای گوش دادن به شما و قدردانی از شما برای این کارتون، شما رو زندانی کردن و به تبعید فرستادن و این کاری است که با بسیاری دیگر از مصلحان اجتماعی و روشنفکران در جامعه جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره. آیا با این تجربه امیدی دارید که حاکمان جمهوری اسلامی ایران به گزارش شما توجهی بکنن و همینطور توصیه شما را در واقع عملی بکنن؟ به قول آقای مهندس میرحسین موسوی، امید بذر هویت ماست. بنابراین ما ناچاریم که امید داشته باشیم و به همین امید هم باید تلاش بکنیم به هر نحو ممکن از ادامه حرکتی که جامعه ایران رو به سمت فروپاشی و شرایط پرتنش و پرهزینه میبره جلوگیری کنیم و هم دائم امیدواریم که شاید یک موقعی پیش از اینکه خیلی دیر بشه، نظام سیاسی ایران به این نکات توجه کنه و تجدید نظری اساسی در به اصطلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاش به عمل بیاره. خیلی متشکرم آقای سعید مدنی از حضورتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما. ممنون از شما که زحمت کشیدید.